اون چراغا رو هم میزنم باید خاموش کنم مهندس شم. ممنونت. خب من رفتیم هنوز توی لایف هستیم؟ اون چراغا رو هم میزنم باید خاموش کنم مهندس شم. بسیار عالی. خیلی خب من نگاه کنم یک کوچولو منتظر بمونیم بچه ها بیان. من نمیدونم چجوری از اینجا نمیتونم متاسفانه دست بزنم بهش. خیلی مخلصیم، خیلی مخلصیم ارادت، خیلی خوش اومدید بچه ها. با وجود که اطلاع رسانی کردیم، با وجود این که اطلاع رسانی کردیم، فکر کنم هنوز تعداد بچه ها به حد لازم نرسیده. لایو استوپ یا هست؟ من کامنت رو دادم، تصویر شما رو ندارم متاسفانه، قطع شده. اینجا کاملا اوکیه، همه چیز متصله. خب بچه ها اگر لایو استیبل هست، صدا و تصویر اوکیه، همه چیز نرماله، لطفا بازخورد بدید مهندس کاظمی ببینه. اگر اوکی بود که شروع کنیم. من یک دقیقه این تصویر رو هم، تصویر سیستم رو هم بیارم اینجا. شما بی زحمت توی لایو ببین کیفیتش اوکیه، از نظر بصری همه چیز روال و مرتب باشه تا بتونیم کارمون رو شروع کنیم. خب تصویر سیستم هم فکر کنم کاملا واضح و خوبه. بسیار عالی بچه، خواهشن دوستانتون، همکارانتون، کسایی که بزنین تصویر رو من ببرم، کسایی که فکر میکنین بایستی توی این لایف باشن ولی حضور ندارن، لایف رو براشون شیر کنین، بیان توی لایف. 100% به نفع هممونه، همکارانمون، دوستانمون. و من دلم میخواد هر چند کم بتونم یه خدمتی بکنم و دوستان گلم شماها از قابلیت‌هایی که قابل استفاده هست توی پروسه تعمیر استفاده کنین، هر چند هزینه پایین‌تر، حتی 100,000 تومان، حتی 200,000 تومان پایین‌تر، برای من بسیار با ارزشه که به روز باشید، از ابزارات مستقیم استفاده بکنید، جدیدها رو درجا استفاده کنید، داشته باشید رو میز کارتون تو سیستمتون. و هر چقدر شما بیشتر وقت بذارید کاری بکنید که جنبه مطالعاتی بهتری داشته باشه، مسلما توی نتیجه کارتون تاثیرگذار خواهد بود. خب بریم سراغ معرفی نرم افزار آی کامند، هر چی که دوست داری اسمش رو بذاری. ببین پارسال تقریبا یک سال و نیم پیش آی دکتر از مصر یک اپلیکیشن مشابه این داد و خیلی از موارد سخت افزاری رو تو حالت پرپل مود میتونست برای ما بررسی بکنه. نیاز به کانکشن خاصی نداشت برای اتصال به سیستم، فقط شما بایستی دستگاه رو میبردی رو حالت پرپل مود، وصلش میکردی به سیستم و نرم افزار تا بتونه بررسی بکنه. خب از خیلی جهات کم و کسری داشت، نیاز به آپدیت داشتون نرم افزار و من ندیدم آپدیتی صورت بگیره یا برنامه روش ایجاد بشه، جدید بشه، حالتهای خاصی بیاد و از این قبیل داستانا. اما این آی کامند یه موضوع خیلی جالبی که هست، یک برنامه نویسی فوق‌العاده داره، یک استاندارد خوب داره و هر روز داره تقریبا آپدیت میده. از روزی که من نرم‌افزار رو نصب کردم تقریبا 4-5 بار من این برنامه رو آپدیت کردم. پس این نشون میده که پشتیبانی نرم‌افزاری خوبی داره، برنامه نویسا برنامه‌شو دارن می‌نویسن، روش وقت میذارن. و از طرف دیگه خودم هم باهاش در ارتباطم و دارم بهش گزینه‌هایی رو میگم که اگر امکانش باشه بهش اضافه کنه، اگر بشه اضافه کنه، تا ما بتونیم توی روند تعمیر و پروسه تعمیر خیلی سریع این کار رو انجام بدیم. یه چند تا سوال بچه ها پرسیده بودن از من، من همین اول صحبت هام بگم. یکی این که پرسیده بودن آقا مثلا میگم اسیلوسکوپ بگیریم، جی تی تی اسکوپ بگیریم، که رضا جونم فکر میکنم توی لایو هست، رضا ناطق عزیزم
نماینده JTT اسکوپ توی ایران هستن. JTT اسکوپ بگیریم، اسیلوسکوپ بگیریم، نمیدونم مولتیمتر بگیریم یا این برنامه رو داشته باشیم، هر کدوم کارایی خاص خودش در زمان خاص خودش رو داره. شما زمانی که یک دستگاه داری با ایرادات مختلف از قبیل آنتن، وای فای، اصلا روشن روی لوگو، ریست روی لوگو، ریستور نمیگیره و هر کدوم از این مسائل، آی کامان بهت بیشتر کمک میکنه و سریعتر، نمیگم حالا بیشتر ولی خب سریعتر بهت کمک میکنه که توی پروسه ای بیابی بتونی کارت رو انجام بدی. اما دستگاهی که نشه ببریش تو حالت پرپل مود، این دستگاه اگر هارد رم روش نباشه میتونی ببریش تو حالت پرپل مود، یه سری دستگاه مستقیما به سی پی یو متصل میشه لاین ها و میتونی اون کانکشن رو ایجاد کنی تا دیباگ یا دیاگنوزیس رو انجام بدی، ای بیابی کنی و بررسیش بکنی. اما دستگاهی که خاموشه، یه سری جریان کشی پیچیده داره، عجیب غریب داره، دیگه شما باید برید یا سراغ اسیلوسکوپ یا JTT اسکوپ و بیفتی به جون مادربورد. دیگه نمیتونی خیلی راحت با یک کانکشن USB بررسی بکنی و ارتباطات رو ببینی و بسنجیش. خب این از این. سوال بعدی که بود اینی که چه مدل هایی رو این نرم افزار ساپورت میکنه، که اینا رو توی بحث تصویری من حالت تصویری بهتون نشون میدم. و از طرف دیگه مهمترین سوالی که توی خرید یک محصول هست این که قیمتش به چه صورته. لطفاً با دقت گوش بکنید، من اینجا رو میخوام، لطفاً با دقت گوش بکنید. این نرم افزار زمانی که من باش آشنا شدم، همون روز اول با قیمت خودش که 55 دلاره من این نرم افزار رو خریدم، خودم دارم استفاده میکنم، روی سیستمم نصبه. هر سیستم میتونه یک اکانت داشته باشه و یک اکانت برای یک سیستم هست برای یک سال. شما اگر این محصول رو از سمت من یا با معرفی من برید خرید بکنید، یک ماه به اکانت یک سالتون اضافه میشه، یعنی شما 13 ماه داریدش، 30 روز اضافه میشه به اکانتتون. و از طرف دیگه من دیگه خودتون میدونید من کارم این نیست که بخوام نرم افزار بفروشم یا اسم جالبی نداره بگم دلالی یا واسطه باشم که بخوام حالا اینجور حرکتایی بزنم یه سودی بگیرم و اینجوری. من کارم آموزشه، کارم تعمیره، گوشی بیاد برای تعمیر میکنم، آموزش باشه آموزش میدم و دوست دارم توی موقعیتی که هستم و فضایی که در اختیارم هست شما از این فضای آموزشی هم استفاده بکنید، از این موقعیت آموزشی استفاده کنید. حتی اگر توی پروسه تعمیر خیلی از وسایل به کارتون نیاد، جنبه مطالعاتیش به شدت بالاست و شما میتونید با بررسی ولتاژها و مدارها خیلی ذهنیت بهتری تو روند تعمیر داشته باشید و خیلی راحت‌تر بعداً تعمیر کنید و بسیار توی کارتون مطمئن باشید تاثیرگذار خواهد بود. برای همین موضوع هم من خیلی زور زدم تخفیف بگیرم و دوست ندارم اسکرین شات پیام من بذارم، خیلی زور زدم تخفیف بگیرم. مثلا آقا گفتن که مثلا شما اگر بفروشید نمیدونم 10 دلار تقریبا حالت پورسانت دریافت میکنین و میتونین مثلا برای خودتون یه بیزنس این شکلی داشته باشین. و من بهشون همون اول گفتم من این پورسانت رو نمیخوام، شما تخفیف بده به کسایی که از سمت من میان. دلار تو ایران گرونه، خب 10 دلار هم 10 دلاره، 5 دلار هم 5 دلاره و اگر امکانش هست کسایی که از سمت من میان شما تخفیف بهشون بده، منم نمیخوام دخیل باشم، کاری هم ندارم. و تا الان هم راجع به این موضوع صحبت نکردم، تا دیشب نگفتم که تو سایت من هست، من میفروشمش یا چیزی، به خاطر اینکه دوست داشتم اون تخفیف اعمال بشه. ولی خب 30 روز اکانتو به من دادن، 30 روز اضافه اکانتو، و گفتن که شرکت قبول نکرده که شما تخفیف بذاری روی این داستان و همون 55 دلار شما میتونی بفروشیش، ولی ما درصد خودت رو بهت میدیم. خب گفتم یه کار خیلی خوب میکنیم راحت، شما پولو به من میدید، من از درصدی که میخواد به من بده کسر میکنم، همون مقدار رو واریز میکنم، یعنی شما همون مقداری که میخواد به من پورسانت بده رو تخفیف داری میگیری انگار. اوکی، من این وسط هیچ زینفی ندارم، هیچ سودی ندارم، به اینو به قطع بهتون میگم. نمیخوام بگم من آدم خوبیم، نمیخوام بگم من فلانم، نه اصلا. این کاریه که میتونم انجام بدم در حد توانم و دوست دارم یک نرم افزار رو میزتون باشه
روی سیستمتون وصل باشه، از این به بعد هر روز خودتون رو آپگرید بکنید، از این قبیل چیزها رو تا دیدید بررسی بکنید، یک دونه نکته از هر کدوم از اینا یاد گرفتن برای ما تلاست و با ارزشه. برای همین موضوع هم توی سایت میخوام یک پنل ایجاد کنم برای خرید این نرم افزار. شما میتونید اونجا مراجعه بکنید و خریدتون رو انجام بدید. چون قیمت دلاریه، نذارید دیگه من از جیب بخوام بدم، خریداتون همون روز انجام میشه. یعنی شما زمانی که وجه و کارت به کارت بکنین ما پیپلشو میزنیم و اکانت شما تقریبا یک تا دو روز کاری تقدیم شما میشه و میتونین استفاده بکنین. این موضوعی بود که میخواستم توی لایو بگم و گفتم نخرید، صبر کنید، هیچ پولی به حساب من نزنید تا شاید بشه حرکتی بزنیم، شاید مستقیم از سمت خودش تخفیف بیشتری بخواد بده، ولی خب نشد. گفتم خب چه بهتر که خودمون به خودمون تخفیف بدیم. خب اگر سوالی هست، اگر موردی هست بچه‌ها بفرمایید، من در خدمتتون هستم. تا بعد از اون یه دو سه دقیقه اگر سوالی نبود دیگه بریم سراغ سیستم و توی سیستم یه کوچولو با نرم افزارم بر بریم. متاسفانه من امروز هیچ پروگرامری دفتر نیاوردم، نه P13 رو آوردم، نه ماجیکو دیاگو آوردم، نه لوندر رو آوردم، هیچ کدومو نیاوردم. ولی خب میشه بررسی بکنیم ببینیم نرم افزار به چه صورت کار کرده. شو توی استوری ها گذاشتم، بچهای کارگاه آنلاین هم که خدا رو شکر توی دوره دیدن و میدونن به چه صورته. تا سوالاتتون رو میپرسین یه نکته هم بگم که شما برای اتصال به این نرم افزار یک رابط میخواین، مثل ماجیکو دیاگ، مثل آی لوندر، مثل خود P13 که ارتباط با P13 رو خودش آموزش داده که چه شکلی انجام بدین. یک کابل دیتایی میخواد و نمیتونین گوشی رو بردین رو حالت پرپل مود مستقیم بزنین، با USB بهش بزنین، حتما اون رو نیاز دارین که معمولا الان دیگه تقریبا رو میز همه بچه‌ها یا ماجیکو دیاگ یا P13 یا آی لوندر یا از این قبیل داستانا بی باکس و اینا هست که خدا رو شکر همه رو ساپورت میکنه. برای همین هم به نظر من مقداری عمیق‌تر میتونه توی بحث ابیابی به ما کمک بکنه. خب اکانتش بعد خرید تا چه مدت کار میکنه؟ شما از روزی که اکانت رو دریافت میکنین یک سال اکانت شما مثل ZXW، مثل ووجینجی، مثل همه برنامه دیگه، یک سال اکانت شما وقت داره و میتونید استفاده کنید، ولی 30 روز هم دست شما در نکنه، ولی 30 روز هم به اکانت شما اضافه میشه. پس اکانت رو که تهیه کردین یک سال و یک ماه میتونین از این اکانت استفاده بکنید. خودم یک سال میتونم استفاده کنم. خب پرسیدن که تا چه گوشی رو ساپورت میکنه؟ الان نشون میدم تا چه گوشی ساپورت میکنه. این موارد رو میگیم. محسن عزیزم، محسن داد بیو گفتن که بذار گوشیمو بیارم بالا، ببخشید سرم میبرم پایین صدا چیز میشه. P12 هم جواب میده، الان پاسخ شما رو میدم. الهی دورت بگردم رضا جون، میخواستم پستش نکنم، برات میفرستم ویدیوشو، قربونت برم. خب خیلی خوب، میریم میبینیم. بذارید من رو سیستم بهتون نشون میدم بچه. میخوام اینجوری بگم، ممکنه چیزی عقلم بیفته یا یه چیزی رو اضافه بگم، اشتباه بگم. بذارید روی سیستم میبینیم با هم و بررسیش میکنیم. خب قیمت نهایی 43 یا 45 دلار. بذارید من باز ازش بپرسم ببینم دقیق آقا چقدر برای من میخواد حساب بکنه، یعنی تهش من باید چقدر بهش بدم، همون رو خدمت شما میگم. خب بچه فکر میکنم یه تعداد کثیری از دوستان همین الان رسیدن. رضا جون خیلی مخلصم، مسلم کریمی عزیزم خوش اومدید، مهندس مشکات عزیزی هم خیلی خوش اومدی، قربونت برم. دوستان گلم ممنون از لطف و محبت همیشگی شما. بچه ها من هیچ کار عجیب غریبی انجام نمیدم، به خدا نیاز به هیچ تعریف و تمجیدی نیست، رفاقتا و حقیقتا اینو میگم. من قلبا دوست دارم که این کار انجام بشه، ما هم حرفی برای گفتن داشته باشیم، ما هم
هر روز بتونیم یک حرکت جدید بزنیم، ما هم بتونیم بررسی‌های جدیدی داشته باشیم و اعلام حضوری بکنیم. چه بهتر که با هزینه 2300 هزار تومان پایین‌تر بتونیم یه نرم افزار رو بخریم. خب باز خودش میشه یک لایسنس مثلا چند ماهه JCID بلفرض. خب خوبه باز. خب بریم سراغ خود نرم افزار. بذارید من تصویر یه مقداری از این تصویرم بیشتر نیست، نصفه آوردم که کیفیتش به هم نریزه. لطفا توی گوشی چک کنین اگر میاد، دیر میاد ولی میادش. میخواستم خودم هم باشم اینجا این بالا، برای همین این رو آوردم پایین. یه مقدار شما دیرتر از من میاد توی تصویر. اومدش. خخ من چقدر حال میکنم با این برنامه OBS کلن. من چون لایو هم میذارین سیستم لایوتون ببرین رو این داستانا، یه سری کارگاه آموزشی برای داستان بحث بزنین. الان جدیدن باب شده دیگه، همه بچه ها خدا شکر رو آنلاین کار میکنن. خب خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب مهندس وقتی من اینو میگم ناراحت میشه. آره خب بچه ها ببین، بریم سراغ نرم افزار. این شکل ظاهری اولیه نرم افزار تقدیم به شما. اگر تصویر رو خوب دارین اوکی لطفا بگین تا شروع کنیم. پورت هایی که میتونین اینجا انتخاب، من خودم که خوب میبینم تصویر رو. والا نمیشه، همین کنجه رو میخوایم دیگه. اوکیه، آره همین رو میخوایم بچرخونیم که من میرم دلت میاد، من میخوام اینجا باشم توی تصویر باشم. خب میریم سراغ نرم افزار. مدل باکس اینجا که من تا چیزی انتخاب نمی کنم، ولی در کل اگر از پیده آی لوندر دیاگ تول اینا انتخاب میکنین، دستگاهتون رو روی میز دارین، قاطی کردم کلن، روی میز دارین و استفاده میکنین، گزینه یک رو انتخاب کنین. اگر از JCC C3 و بی باکس استفاده میکنین، گزینه دو رو توی مدل باکس انتخاب کنین. گفته اگر از P12 و P13 میخواین استفاده کنین، اینجا کجا رفت؟ اینجا میخواین استفاده کنین، لینک یوتیوب بزنین و آموزش استفادهش رو ببینین. بعد از این که دستگاه رو متصل کردین، اینجا رفرش رو زدین، پورت میاد، پورت رو وصل میکنین. کاش من امروز باکس ها رو آورده بودم، ببخشید. مدل دستگاه رو انتخاب میکنیم. خب چه مدل هایی داره؟ 6, 6+, 6S, 6S+, 7, 7+, 8, 8+ و X. این چیزیه که تا به الان توی نرم افزار هست. خب ما توی ایران تقریبا میشه گفت 70% پروسه تعمیر اون روی اینا میگذره و برای خودم به شخصه مطالعه کردن روی این مدل ها خیلی با ارزشه و بهم کمک میکنه و دوست دارم، یعنی برام یه جوره الان کافیه ولی خب دوست دارم ارتقا پیدا کنه. دیشب بهش گفتم چرا SAE نیست و جوناس فکر کرد که منظورم SAE 2020، گفت احتمالاً با 8 همزمان چیز کنم، من SAE قدیمی رو منظورم بود. با 6S SAE رو من تست کردم، متاسفانه که از یک سری از مواردش کار نمیکرد. حالا باهاش در ارتباط هستم تا این داستان رو تصحیح بکنه. بعد از اینکه مدل دستگاه رو انتخاب کردید، هر مدلی انتخاب کردید، کانکت رو میزنید و کانکت میشه. اینجا گزینه دیسکانکت که اومد، یعنی دستگاه کانکت شده و اوکی. اینجا هم مدل به اصطلاح نامبر دستگاه رو میاره، مثلا A1660 A1778 یا هر چیزی میاره و دیگه شما کانکتید دیگه. تا اینجا از اینجا به بعد کار دارید. خب این کامانس رو که میزنید، من تازه این رو پیدا کردم و عاشق این شدم تازه. شما این کامانس رو که میزنید، اینجا یک لیست براتون میاره: آدیو ریسیت بلاک، بیسمند آف، بیسمند آن، بیسمند، باتری، بکلایت، بلوتوس، باکلاین ها، باکلاین چک، باتون کانکت، فلت ها، دکمه های فلت ها که دیشب عکسش رو استوری کردم، لاین کلاک، دیسپلی، جی پی اس، آی تو سی ها، آی تو سی زیرو، 1, 2, 3 هرچی که هست، نند، سی آی دی، نند سایز و پی ام یو ای دی سی رو که میزنید ببین تمپرچر رو بهتون میده، لاین های
یه چیزی که جالب بود دیشب من دیدم و دوست دارم تستش کنم، یه دستگاه با ایراد دما بیاد تستش کنم این موضوع رو، بررسی دمای دستگاه بود، سنسورهای دستگاه رو میتونید تست کنین، پی ام یو تمپ رید آل و استاکهولم ان اف سی رو میتونید چک کنین، رید هارد که حالا من تست نکردم، تاچ لاینه ولتاژی تاچ رو میتونید بررسی بکنین، مثلا لاینه ایکون رو توی مثلا آیفون ایکس میتونید بررسی بکنین، تریستار یا تریستار رو میتونید چک کنین، باتری، دمای باتری، سلامت باتری و همینطور کارکرد باتری، کانکت بودن کانکشن های باتری، بیشتر روی کامیونیکیت ها و ارتباطات مادربرد مانور میده و بهتون اطلاع میده که ارتباطات چه وسایلی مثلا قطع. من برای تست دیشب هارد دستگاه رو درآوردم، بردمش روی پرپل مود، دستگاه رو شناخت، بررسی ها رو برای من انجام داد، تغذیه بیس رو برداشته بودیم، بیسپند رو کنسل زد، نمیدونم کودک رو برداشتیم، بیسپند کنسل، اصلا یه کیوسی خوشگل و شکیل برای ما. و این بخش به کنار، این رو دیدیم، میتونید بعد از انتخابشون این سابمیت رو بزنین این بغل و بررسی ها انجام بشه. شکل و شمایی خوشگل تره، همون گزینه قبل توی این باک و الدیو هست، شما میتونین اینجا باک لاین رو روش کلیک بکنین، باک تست رو بزنین، اینجا باک تست رو بزنین، باک رید رو بزنین، الدیو ها رو میتونین ببینین، رید ولیو رو بهتون میده، ولیو ولتاژی ها، ولتاژ ها رو چک میکنه، روی این قسمت پی ام یو باک لاین ها رو که میزنین اینجا خوشگل همه رو میاره، هر کدومش معیوب باشه تیک میزنه کنسله. و یه موضوعی که توی استوری ها هم گفتم حواستون باشه، جی پی یو، باک لاین های جی پی یو و کامرا توی پرپل مود قابل تست نیستن و ولتاژ ها شما نداریم، ولی 70-80 درصد موارد رو شما میتونید اینجا بررسی بکنید. توی گزینه RF شما میتونید بیسپند رو آن کنید، بررسی بیسپند رو انجام بدید، بلوتوس رو آن کنید، وایفای، جی پی اس، NFC، RF ولتاژایی که مثلا برای 7 اینتل هست و بایستی حتما بررسی بکنید، رفرنس رو به شما میده، اینجا رفرنس رو بهتون میده، میگم برای کارکرد مطالعاتی خیلی خوبه، سریع ترت میکنه، نری دوباره 2 ساعت توی شماتیک بری توی بخش LDO ها، هرچی که ما آموزش میدیم میری توی LDO های BBPMU بشینی LDO ها رو بررسی بکنی، به کدوم خواستم وصلت چک کنی، تازه ولتاژ رو ببینی چنده، اومش چند باشه یا هر چیزی، خیلی سریع تر میکنه کارمونو. بعدیش دیگه آیتوسی عزیز دل نسبت به هر مدل آیتوسی هاشو میاره، یه اوتو تست که بزنی آیتوسی ها رو همه رو چک میکنه برات و خودت هم به صورت جداگانه میتونی آیتوسی ها رو بررسی بکنی، یه خروجی هم میتونی بگیری برای رزومه دستگاه داشته باشی اگر مطالعاتی داری روی مادربرد کار میکنی. بعد از اون گزینه دیسپلی که من عاشق اینجا، این قسمت توی تصویر هست یا نه؟ هست، خدا رو شکر تا اون لحظه آخرش رو داره، تو میبینم این تصویر هست، بعد ادامه بدیم هست. اوکی، من عاشق این بخش دیسپلی ام، خب عاشق این بخش دیسپلی ام، چرا؟ میشینم این رنگای پرپل مود رو برای خودم عوض میکنم و حوصله‌ام سر میره. لایت دستگاه رو از 0 تا 100 میتونی اینجا تغییر بدی، نوشته یه اون وسط کماند رو میتونی عوض کنی، دیشب من عوض کردم برام باحال بود، اینا دیگه یه مقدارش حس و حالای وسط کاره که حالتو عوض کنه اگه دستگاه جواب نداد. پاور ساپلای چسنات رو برات بررسی میکنه، توی آیفون ایکس ایکورن رو میاره، تاچ ها رو بررسی میکنه، اینجا که روش کلیک میکنی لانه ولتاژی تاچ، تصویر، 6 ولت بوست، همه اینا رو برات بررسی میکنه که خیلی توی پروسه تعمیر ایراد تصویر برای ما کار راه اندازه، واقعا کار راه اندازه. من اگر برای همین یک مورد هم اینو خریده باشم به نظر خودم برام به صرف است. جدای از اون خب ما میدونیم دستگاهی که با سیستم رفته رو حالت پرپل مود، کانکشن یو اس بی داشته، وصل شده رو دی اف کیو، رفته به کامپیوتر وصل شده، تا حدودی ارتباطات یو اس بی ش و شارژش نرمال هست، اما برای تست بهتر شما پاور ساپلای های ترایستار رو میتونید چک کنید، دیتای ترایستار رو میتونید چک کنید، کامیکیشن های ترایستار رو میتونید چک کنید و پاور ساپلای تیگریستون. اینجا جایی هست که تقریبا میشه گفت آخرین گزینه‌ای که توی نوزا شما باش سر کار دارید، نند رو نزدیم،
سایز نند. من توی نند فقط فکر میکنم پاور ساپلای نند فعلا به کار مموری رمش رو نمیدونم چی رو چک کرد، ولی خب فکر میکنم رم دستگاه رو داره چک میکنه اگر اشتباه نکنم، ولی نمیدونم دقیق، نمیتونم بگم، تستش نکردم این گزینش رو. و همون پاور ساپلای نند هم مناسبه. آدرس که بزنید میره حالا یه چیزایی بهتون نشون میده که مثلا باتری اون تو قسمته همون ننده، یا آره اینجا توی ننده مون رمو بزنید همون باتری اینا میاد، همونه توی آدرز هم هست. و آخرین گزینه که اینجا پنیک فوله، سایتشون اصلا سایت اصلیشون اینا panicfool.com، شما میتونید برید توی سایت لاگ پنیک فولتون رو بذارید، پاسخ احتمالیش رو بگیرید و اگر جواب گرفتید اونجا تیکش رو بزنید که یک جامعه آماری برای لاگ ها و پنیک ها به وجود بیاد، که به نظر من این کار هم خیلی قشنگ، ربطی به خود نرم افزار نداره. همونطور که میدونید توی بحث پنیک دیتا ها، پنیک فول دیتا، خب تجربه بخش عظیمی از اطلاعاتیه که ما داریم، در کنارش اطلاعات نرم افزاری و زبان کریپتو به اصطلاح که خودشون میگن هست. شما توی خود سایت اپل، اپل سکیور که برید، هم بخشی از کلماتی که توی پنیک فول دیتا ها میبینید، لاگ هایی که مشاهده میکنید یا اختصاراتی که اونجا میبینید رو میتونید مشاهده بکنید و استفاده کنید. این توضیحات فکر میکنم جامع و کاملی راجع به نرم افزار آیکامان بود که به نظر من برای هر تعمیرکاری نصبش لازمه، گرچه خیلی از ابزارالاتی که ما میخریم، خیلی از وسایلی که ما میخریم، نرم افزاری که میخریم مستقیما توی روند کاری ما تاثیرگذار نیست، مستقیما هر روز هر لحظه با یک گوشی تعمیری ما باش کلنجار نمیریم، ولی یک جا به کار ما میاد. خب بزنین نرم افزار عزیز رو من بردارم خودم بیام ببینم اگر با سوالی هست یا نشان سوال نوشتن سیف کماندس اگه سیف نکنی چپ و راست خون پکیج آموزش رو بفروشن عاشقتونم. برنامه اختصاصی آیفون، بله فعلا برای آیفون هست، فعلا برای آیفون هست چیزی که اینجا داریم. خب چرا همش میگین لایف سیف بشه؟ به خدا من از صبح گفتم بچه ساعت 2 تو لایف میم، این همه تنش و استرس و نور و تصویر و سایت و اینترنت و همه این داستانا برای اینی که در کنار هم باشیم، آنلاین در کنار هم باشیم. اگه می‌خواستم به خدا ویدیو بگیرم که سیوش کنم بعد بذارمش، خب ویدیو می‌گرفتم بدون چالش و استرس، ولی خب فدای سرتون، فدای سرتون سیوش می‌کنیم. چرا که نه، چرا که نه، با وجود اینکه صبح گفتم سیو نمیشه. چش خب فقط شاید یه کوچولو ادیتش طول بکشه، میخوام خلاصه وار باشه، شاید یه کوچولو ادیتش طول بکشه، بیفته شاید برای فردا، به بزرگی خودتون ببخشید چون یه سری تیکاشو باید ورداریم طولانی نشه ویدیو. همین آخر کار هم میخوام راجع به یه موضوعی صحبت کنم. فکر میکنم اکثر بچه‌هایی که اینجا الان بچه‌های کارگاه آنلاین تعمیرکار واقعی هن، حضور در کنار شما باعث افتخار منه. امسال سال کارگاه تعمیرکار واقعی، کارگاه آنلاین تعمیرکار واقعی، تمام تلاش من برای اینه که شما به بهترین نتیجه برسید و بهترین ها رو در کنار هم داشته باشیم. امسال یک کتابخانه کامل از پروسه تعمیرات رو ما داریم، گرچه داریم کند پیش میریم ولی قوی پیش میریم. خیالتون راحت، هیچ استرس و دغدغه و دردسری نداشته باشید که قراره کنار هم بتره کنیم. بچه ها همه تون رو به خدای بزرگ میسپارم، گفتم میشپارم، دوباره میگم بچه ها همه تون رو به خدای بزرگ میسپارم. انشاءالله که همیشه تو زندگیتون
پر برکت باشید، پر عشق باشید، انرژی های منفی رو دفع کنید، ول کنید هر چی فضای منفی تو کار و کسب کار و این داستان ها هست. با همدیگه مچ اوکی باشید، ما هر چی داریم از همدیگه است، هر چی بلدیم از همدیگه است، دار و ندارمون مال همه. عاشقتونم، خدا نگهدارتون باشه.